بچه من توضیحات دادم من با تقوام سال آخری یه سال دیگه مونده این 7 سال خیلی عالی پزشکی رو تمام کنیم بره و اینکه مدرس زیست شناسی هم 2 تا 3 تا کتاب نوشیم همه نظام قدیم نظام جدید هم 24 فصل جزوی توب نوشیم دکتر میخوایم بگیم همین دیگه اینکه تو درس میفهمی خودتون یه چیزی رو که داشتم میگفتم شما هیچکی همه دایورت کردین گوش نمیدادین این بود که آقا درس زیست شناسی خیلی مهمه یعنی چی خیلی مهمه آقا تو میخوای درس بخونی میخوای ریاضی بخونی فیزیک بخونی شیمی بخونی و زیست 4 تا اختصاصی و 4 تا عمومی چجوری کیفیت رو بیاری پایین مگه دیگه نمیشه دیگه خب بچه نگاه کن یه چیزی رو میخوام بهت بگم ریاضی الان آقای شاکریان اینام نیستم من یه چیزی راجع به این خیلی سرعتی بگم مثلا من ربطی نداره ولی من میگم بچه ها شما یه درسی داریم به نام ریاضی و فیزیک این ورم یه درسی داریم به نام زیست اصلا شیمی رو کار ندارم هر جور تو حالتونه اینا یه سری درست شما براش مد نظر قرار دادین آره من مینیموم 60 رو میگیرم برای اینا این 60 تا میخوای چیکار کنی میخوای یه طوری کنی من میخوام حتما DDP قبول شم دارو دندون پزشکی میخوام قبول شم میام دمت گرم ولی همچین هم بهتون بگم مدینه فاضله ای نداره این سرشته نکن قبل من فکر میکنم آقای یه نامی که دندون پزشکن اینجا بودن بعدش که ما داریم پزشکی میخونیم اینجاییم و دیگه داروساز نداریم فهم خواهم بهتون بگم خیلی مدینه فاضله ای نیست اینم در جریانش باشیم برگردیم اینجا تو ریاضی فیزیک تو ریاضی فیزیک تو 60 میخواد چند بشه؟ میخواد 80 بشه خود تو دارید به این درون در میزنی 60 بکنی 60 بکنی چی کار؟ 60 میخوای بکنی 80 اوکی کلی باید تست بزنی نمیدونم نمونه سوالا خب درصدا سوالای خیلی سخت رو قرار میگیره تو بخوای 60 بکنی 80 باید پدر خودتو در بیاری تو اگه ریاضی فیزیک خوبی داشتی اگه ریاضی فیزیک به ترکون و توپی داشتی که میرفتی رشته ریاضی نمیدی تجربی حالا یه درصد کار میگم ما ریاضی فیزیکمون عالیه اوکی شما ببینین کنار ولی اینو بهت بگم تو ریاضی فیزیک میخوای درصد معقول بزنی خب میگم آقا میخوای من اینو بکشونم بالا به جای اینکه زیستمو بکشم بالا خب اوکی تو اینو بکش بالا فقط مد نظر قرار بده تو ریاضی فیزیک تو ریاضی فیزیک که تو میخوای 20 درصد بری بالا خیلی درصدهای بالای زیادی وجود دارن زیادند همینجور که ماهایی که میبینی توی دار دندون پزشکیم یا خیلی از اساتیدی که این سرشتن و دارن درس میدن بچهای باز ریاضی از اون طرفش یعنی این طرف لیسانس میگیره فوق لیسانس میگیره و به جای اینکه بیاد با سادیسشون نمیتونه چیکار میکنه میاد دوباره کنکور میده کنکور تجربه میده و درصد ریاضی فیزیک بالا خیلیه اینو مد نظر داشته باش پس آقا بهت منطقی گفتم درصد بالا تو ریاضی و فیزیک خیلیه حالا تو میخوای اینو برسونی 80 من میگم تایمو گذاشتی روزی سه که شیرین تره میخوای بکنیش 80 درصد بالا بزنی بچا فهم کن چقدر تراز میده بهت تو ریاضی فیزیک به خاطر سختی کار و اینکه آقا این درصد بالا تعدادشون بیشتره به طور مثال 1000 تا به تراز میده تو مطمئن باش درصد بالای زیست به شدت کمه توی کشور یعنی درصد بدونم تقریبا بالای 50% یه چیز حدود 2.5% حالا تو فرض کن تو زیستو میخواد چقدر این 60 به 80 به 2000 تا تراز میده خب خیلی منطقی باید چیزی رو باید با خود دو تا 4 تا کنی این 1000 که تراز به تو میده میخواد ضرب در چند بشه ضرب در 6 یعنی چقدر به تراز داده 6000 تا اینجا 2000 ضرب در چند میشه 12 یعنی چقدر تراز میده 24000 24000 خیلی بیشتر از 6000 تا ترازه به ترکون زیستو بخون زیستو بخون زیست بخون تست بزن بخون تست بزن برو داخلش خودتو جای طراح بذار حالا امروز میخوام راجع به این صحبت کنم پس زیست آسون نیست نمیدونم خیلی گل و بلبله بچه یاخته اینه فلان اینه نه اینجوری اگه میخوای بخونی یه درصد 20 میخوای بزنی که هیچ اگر میخوای واقعا درصد بالای 60 رو بزنی الان خب نمیخوام ناامیدتون کنم بالای 60 الان باید بزنی که تازه تو کنکور بشه او من میگم میانگینی که امسال قبول میشن زیست رو باید اول 60 زده باشن اگه میخوای به درصد 60 برسی الان و بعد هر فصل باید بالای 60 بزنی نمیگم الان باید تو زیست جامعه گذاشتن جلوت باید 100 بزنی باید 70 بزنی نه ولی یه فصلی که خوندی تستاشو زدی کار کردی جزوه رو نکات و همه اینا رو کار کردی باید بتونی بالای 60 بزنی من دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم درس خواهم داد یه توضیحات کلی راجع به
گفتار یک گفتیم، خیلی لایت رفتیم جلو. اینجا هم نوشته بودن، نگاه میام پایین، یکم بزرگ شد. آه 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 خیلی خوب. آها 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 بچه ها اگه همه اوکی این، همه اوکی بزنین که من درس رو استارت کنم براتون. مرسی بانی، بقیه همی اهنی و هنی یه تایپه. مرسی از اوکی خانم نوروزی، تازه تشریف آوردن خانم نوروزی. خانم نوروزی از قدیم بودن. حقه حقه کیه؟ آقای فرخونده اوکی، ممنونم. آقای جعفری عزیز، خانم مهاجر عزیز، حقه خودتو معرفی کن. آقای طالبی باید باشه. خب نگاه کن، بریم شروع کنیم. بنداره، آقا اینجا راجع به بنداره صحبت میکنه. من میگم در بنداره های کتاب درسی، وقتی بهت میگم بنداره، حواست باید به این قضیه باشه که بنداره فقط تو دستگاه گوارش نیست، هر گفته غلط کرده، بنداره خیلی جاست. بنداره ها کجان؟ من چون خطم زیاد زیبا نیست، از هر جی تایپ شده بیشتر سعی میکنم استفاده کنم. بنداره، بچه ها بنداره ها رو توی دستگاه گوارش دارین دیگه؟ کجا دارین؟ ابتدای مویرگ توی فصل 4 دارین، ابتدای مویرگ که اون ساختار مویرگ رو میسازه، و در میزراه دارین، داخلی خارجی میزراه تو دستگاه ادراری. به ترتیب فصلات دارم، فقط تو دهم داری 3 جا، تو دستگاه گوارش، توی قسمت ابتدای شبکه مویرگی و در میزراه داخلی و خارجی. پس حواست باشه هر چیزی رو گفت در بنداره های کتاب درسی 4 تا گزاره، باید گزارش راجع به همه اینا صدق کنه، مگر که بگه بنداره لوله گوارش، بنداره دستگاه گوارش و از این جور محتویات. برم از بنداره انتهای مری که خیلی دوستش دارم شروع کنم. بنداره انتهای مری اسم دیگه اش رو تستا که دارین میزنین چیه؟ چیزی به نام کاردیا. چرا بهش میگن کاردیا؟ چون کاردیه، نزدیک قلبه، پس مسلما سمت چیه؟ چپه. البته هیچ شما حالا ایشالا اتوپسی میکنین جسدو که میشکافین توی ترم 2 میبینین که هیچ قلبی سمت چپ نیست، قلب همش وسطه، ولی اپکس قلب یا نوک قلب به سمت چیه؟ چپ. اینو بدون. پس آقا کاردیا، بندار انتهای مری چیه؟ کاردیا. کاملا غیر ارادیه، هر چی میخوای ببینی کدوم ارادیه کدوم غیر ارادیه بشین چک کن. مثلا من واسطه الان خب کاردیان ببندم، میتونم؟ نمیتونم. اوکی، پس یک فرآیند غیر ارادیه و قشر مخ تو روش تأثیری نداره. برمیگردم راجع به کاردیا، گفتم سمت چپه، سمت چپه دیگه چی میکنه؟ چه کاری میکنه؟ از برگشت محتویات اسیدی معده. بچه ها معده سلولای کناره یا حاشیه چی میساختن؟ کلی HCL میساختن که مواد اسیدی رو میفرستاد اینجا. پس کاردیا از برگشت محتویات اسیدی به مری جلوگیری میکنه، تازه نمیذاره کیموس بیاد، نمیذاره آنزیماش بیاد، نه لیپازش نه پروتازش، هیچی رو نمیذاره برگرده. دو، پس از کار بیفته باز زخم مری میشه. چرا؟ چون HCL معده فوق العاده اسید قویه، در حد pH 2، پس میتونه خیلی اذیتت کنه. تو سمت چپ قرار گرفته و من یه چیزی رو میتونم راجع به این بگم. نگاه کن، برات گفتم در سمت چپ بارایش مایچه صاف داره، بارایش حلقویه، تحت کنترل اعصاب خود مختاره، با هم کار کردیم. فقط هنگام عبور غذا باز میشه. یعنی چی؟ مگه میشه هنگام عبور یه چیز دیگه باشه؟ بله، مثلا شما بنداره خارجی روده بزرگ داخلی و خارجی روده بزرگ موقع عبور چیه؟ مدفوعه، نه غذا، اونجا که دیگه اسمش غذا نیست. پس نمیتونیم بگیم بندارها فقط هنگام عبور غذا باز میشن، میتونیم بگیم کاردیا یا پیلور فقط هنگام عبور غذا باز میشن. اوکی، ممنونم. بعد غذایی که از این اسفنکتره، وقتی از کاردیا رد شده، از کاردیا رد شده، حتما گوارش مکانیکی و شیمیایی رو گذرونده. چجوری؟ آرواره ها و دهان و موضوع دیگه که گوارش شیمیایی. قبل از این پس میخوام یه چیزی رو بهت بگم. بیم اینجا. آها اوکی، اینجا خوب گوش کن بچه ها، راجع به لایه ها میخوام صحبت کنم
که به یه جنبندی خوب برسیم. از لایه بیرونی میخوام شروع کنم. یه لایه بیرونی داریم، همه تون میدونین. یه لایه ماهیچه‌ای داریم که این لایه ماهیچه‌ای من طولی و حلقوی و تو پرانتز مورب و دیگه چی دارم؟ زیر مخاط و مخاط. اوکی؟ خب نکن لایه بیرونی، من میگم تو همه لایه ها بافت پیوندی سست دارم. اوکی، کتابم نوشته میگه ترتیب قرارگیری لایه های لوله گوارش تقریبا، کتاب دیگه کلمه داره به نام تقریبا مشابه. از کجا معلوم تقریبا مشابه؟ خب عباس اینجا مورب خب خیلی ها ندارن، این برم میگم ساختار تقریبا مشابهی دارم. خب از بیرونی شروع کنم. بیرونی رو بچه ها گفتیم پس همشون چون پیوندی سست داره، اینم پیوندی سست داره که گفتم بافت پیوندی سست، بافت پیوندی سست از یاخته ها تشکیل شده و به عنوان نکته از اونه که یه جلسه قبل منو بودن ما میگفتیم ماده زمینه ایش از چی تشکیل شده؟ درسته بگیم ماده زمینه ایش از کلاژن و رشته های الاستیک تشکیل شده، درسته یا نه؟ ما میگیم ماده زمینی بافت پیوندی سس از رشته های پروتئینی مانند کلاژن و الاستیک چی شده؟ تشکیل شده. نظرتون چیه؟ نظری نداریم. هر ماده زمینه ای نه. خب بقیه بچه ها کجا؟ مرسی خیلی شلین. مرسی آقای بانی. نگاه کن کتابتو که وقتی میخونی میگی بافت پیوندی سس از یاخته ها ماده زمینه و پروتئین هایی به نام کلاژن و الاستیک. یعنی پروتئین های کلاژن و الاستیک جز ماده زمینه ای نیستن. اوکی؟ جز ماده زمینه ای نیستن. پس یاد باشه کلاژن و الاستیک جز ماده زمینه ای نیستن. پس من اینجا توی یه بافت پیوندی سس دارم. یه بافت پیوندی سس دارم. اینا رو پاک کنم. دیگه چی دارم؟ تو ناحیه شکم، دور تا دور شکم یه چیزی داریم به نام سفاق. سفاق چی کار میکنه؟ گفتیم اندام های درون شکم رو از بیرون به هم متصل میکنه و حتی از داخل هم مثلا تا وسط بین مثلا روده های باریک وجود داره، بین روده بزرگ و روده باریک هم وجود داره. فقط تو کجاه؟ توی قسمت شکم. پس تو بخشی شکم ما اسمی رو میذاریم به نام سفاق. بچه سفاق جز لایه بیرونی، نه لایه بیرونی جز سفاق. پس سفاق رو هم در تمام طول لوله گوارش نداریم. میام سراغ ماهیچه یا طولی، حلقوی و مورب رو دارم. بین اینها، بین ماهیچه های طولی و حلقوی یه چیز خیلی باحالی که دارم اینه که شبکه یاخته عصبی دارم. بین طولی حلقوی من شبکه یاخته عصبی دارم. کلن دو جا شبکه عصبی دارین، یکی در بین ماهیچه های طولی و حلقوی تو لایه ماهیچه ایه و یکی هم توی زیر مخاط که من شبکه یاخته عصبی رو دارم، دو جا. پس اگر از شما پرسیدن در قسمت هایی که شبکه یاخته عصبی وجود دارن، میگی در لایه ماهیچه بین طولی و حلقوی و یا زیر مخاط، همین دو جا. پس فقط اینجاست که عصبی یا نورون داره، غلط کردی. اینجا هم وجود داره، اینجا هم وجود داره، اینجا هم وجود داره. اما شبکه عصبی دو جا، بین طولی و حلقوی و در زیر مخاط. اوکی، حالا اینجا که ما شبکه عصبی رو داریم، تو زیر مخاط هم شبکه عصبی رو داریم. دیگه تو زیر مخاط یه چیز باحالی که داریم چیه؟ یه چیز باحالی که تو زیر مخاط داریم شبکه موی رگیه. شبکه از رگ‌ها رو داریم. یعنی لایه تغذیه‌ای
یعنی اگر گفتن لایه‌ای که در تغذیه دستگاه گوارش نقش داره، مطمئنا باید اسم زیر مخاط رو بیاری. بچا لایه زیر مخاط، لایه‌ای که داره بقیه لایه‌ها رو هم تغذیه می‌کنه. با تقوا فقط اینجایی که انگار مویرک سیارک سخرک داره، نه ولی اینجایی که شبکه تغذیه، یعنی بیس تغذیه کجاست؟ بیس تغذیه تو کجای زیر مخاطه. بعد این شبکه مویرگی یا لایه تغذیه لوله گوارش اگه بهت گفتم میگی زیر مخاط. مثل کی میمونه؟ مثل لایه نرم شامه تو عصبی میمونه. مثل کی میمونه؟ مثل لایه زلالیه تو کره چشم میمونه که گفتیم لایه تغذیه‌ایه. این هم دقیقا مشابه اون است اگر من طراح بودم. اوکی. و این خوشگله مخاط. آها، زیر مخاط هم بچه با پیوندی سس داره، اینجا هم پیوندی سس داره. اما مخاط، مخاط از چند تا چیز تشکیل شده؟ مخاط بچه ها بیرون بافت پوششیه که در ناحیه دهان و مری چیه؟ خودتون بهتر میدونین. سنگ فرشیه چند لایه است؟ در پوششیه توی انگار معده به صورت استوانه‌ای بدون پرزه و تو ناحیه روده باریک به چه صورتیه؟ استوانه‌ای پرزدار. اوکی. خب بله، پس بچه ها پوشش دهان مری سنگ فرشیه چند لایه معده استوانه‌ای بدون پرز و روده باریک استوانه‌ای پرزدار. اینجا هم ما پیوندی سس داریم، اینجا هم ما پیوندی سس داریم. و یه چیز باحال دیگه هم که داریم تو مخاط چیه؟ ماهیچه مخاطی. حالا اینایی که همه گفتی یعنی چی؟ بله بانی، بریم یه چند تا شکل باحال بررسی کنیم. یکم دیگه بریم جلوتر. تمام. اون شکلا رو نذاشتین؟ یه پی دی اف دیگه من نداشتم؟ نه سب کن. بچه های نازم این چی شد؟ بچه حل کرد. بچه ها یک لحظه. اکثر کجا گذاشتی؟ بله خیلی خوب. بچه من مجبورم فعلا از این شکل استفاده کنم تا اون شکل خوشگله رو ببینیم. نگاه کن، بیرون من لایه چی دارم؟ لایه بیرونی دارم. لایه بیرونی گفتم چی داره؟ بافت پیوندی سس داره. بعد از اون لایه ماهیچه‌ای وجود داره. لایه ماهیچه‌ای از بیرون به داخل بگم ماهیچه طولی داره و حلقوی. بینشون چی بوده؟ شبکه عصبی وجود داشت. شبکه عصبی بعد از اون زیر مخاط قرار داره که پر از سخرگ و سیاه رگ و رگ لنفیه. سخرگ، سیاه رگ، رگ لنفی. تو کتاباتون اون شکل رو داره میبینین که راجع به روده باریکه. بعد میاد میخوایم راجع به مخاط صحبت کنیم، میاد یه همچین شکلی میکشه. میگه بچه اینجوریه. نه تو روده باریک این تصویر رو دارین خب؟ که اینجوری کشیده گفته این ترشح کننده هورمون. اینا مثلا هر کدومشون اونان که چی دارن؟ مثلا یه یاختر میاری بیرون میبینی اینجوری چیه؟ ریز پورز داره. خب این چیه؟ این همون بافت پوششیه. پس یه بافت پوششی دارن. زیرشون چی داریم؟ بافت پیوندی سست رو داریم
که تو شیل که میبینی یه اینجوریه. اینا مال چی هن؟ مال سخرگشه. و از اون ور اینا به چی متصلن؟ به یه سیاه رگ. اوکی، پس این سیاه رگ. بعد اون وسط وسطشون یه مویرگ لنفی قرار داره. پس اگر پرسیدن اینجا چند دست مویرگ وجود داره، ما دو دست مویرگ داریم، یه مویرگ خونی داریم، یه مویرگ لنفی داریم. اینجا دو دست مویرگ که تو اینجا وجود داره. بعد باف پوششی رو دارم میبینم اینجا هم که تو باف پیوندی سوس شبکه مویرگین وجود داره. و زیر این قصه چیزی دارم به نام یه همچین حالتی. آره، این چیه بچه ها؟ این تیکهی که داره میبینین یاخته ماهیچه، یعنی فسقله. این جزء چیه؟ جزء بافت مخاطیه. یاخته ماهیچه‌ای کسیه که مخاط رو به زیر مخاط وصل میکنه، ولی جزء چیه؟ مخاطه. که حالت دوتایی داره، دوتا میبینین پیچ و تاب خورده. مطمئنه این ماهیچه، ماهیچه یه صاف هست و در حرکات کرمی و قطعه قطعه کننده نقشی ندارد. در حرکات کرمی و قطع قطع کننده نقشی ندارد. پس کیه که نقش داره؟ کسی نیست جز حلقوی و طولیه که اونجا نقش دارن. پس یاخته مایچه یا مایچه صافه، مرز بین مخاط و زیر مخاطه. تو هر پرس انگار تو هر پرس دو تا از اون وجود داره و تو حرکات کرمی و قطع قطع کننده نقشی ندارد. پس چه غلطی میکنن؟ چیکار میکنن؟ با انقباضشون باعث جذب بیشتر میشه. چین خوردگی های قشای هر کدوم از این یاخت ها رو بهش میگیم ریس پورز. ایجاد هر کدوم از اینها رو بهش میگیم پورز. و یک چین کامل رو هم که میگیم چین مخاطه که جلوتر میگم. بچه ها پس این مخاطه، مخاط گفتم یه باف پوششی داره، یه باف پیوندی سوس داره که تو شبکه مویرگی خونی و لنفی وجود داره و یاخته ماهیچه‌ای که مرز بین انگار مخاط و زیر مخاطه. چون همه بچه ها رگ دارن، ما میگیم تو همهشون باف پوششی دیده میشه، دیده میشود. برگردم سراغ نکاتم. آها بچه ها، کسی که تو انگام دارم راجع به کاردیا صحبت کردیم، بریم راجع به پیلور. نگاه کن تو پیلور چی مهمه؟ بنداره کاردیا کجا قرار داشت؟ کاردیا این طرف، گفتیم سمت چپ. معده از چپ به راسته، پس پیلور سمت راست قرار داره. باز پیلور چی کار میکنه؟ نمیذاره عقبی ها برگردن. تو روده ما کلن روده قلیاییه، روده قلیاییه، اما معده من چیه؟ اسیدیه. روده قلیایی، معده اسیدیه. پس پیلور جلوگیری میکنه از این ورود مواد قلیایی. کاردیا هم جلوگیری میکرد از ورود مواد اسیدی به مری. پیلور جلوگیری میکنه از ورود مواد قلیایی روده باریک به معده. اون که کاردیا که سمت چپ بود، این با کدوم سمت باشه؟ سمت راست قرار داره. مایش صاف داره از نوع حلقوی و جلوگیری عبور مواد رو داره. بیان جلوتر، بندر روده باریک و داخلی خارجی مخرج که راجبش میخوام الان صحبت کنم. اسفنکتر ابتدای انتهای مری غیر ارادیه. بندر انتهای مری تو سه حالت میتونه باز بشه یا همون منبسط بشه. کیه منظورم؟ کاردیاس. یکی که ورود مواد غذایی، حالا چه بل باشه چه استفراغ باشه، بادگلو یا خروج گازهای بلعیده شده یا رفلاکس. بنداره که نزدیک به دیافراگم قرار دارد، بنداره که نزدیک به دیافراگم قرار دارد در سمت چپ. راجع به اینم بهت بگم، نکن مری داره میاد پایین، خب اینجا دیافراگم توه. پس آقا یه قسمتی از مری زیر دیافراگمه، پس مری دیافراگم رو سوراخ میکنه. سه چیز دیافراگم رو سوراخ میکنه: یک، مری، دو، بخش پایین روی آورد، سه، بزرگ سیاهرگ زیرین که کبد داشت میمد بیرون. این ستا میتونن کاردیا رو سوراخ کنن. کاردیا یک ماهیچه اسکلتی بود، یه ماهیچه تنفسی اسکلتی بود که میتونست غیر ارادی عمل کنه مثل انعکاسا. بگردم اینجا، بنداره که نزدیک به دیافراگمه، یعنی کیه؟ کل این تیکر رو برای چی میگه؟ برای کاردیا. بچه ها من جزوه رو نکته‌ای نوشتم، آقا این فلان فلان فلان. چرا؟ چون میخوام یاد بگیری. چرا چرا چرا؟
مانی الان راجبش صحبت میکنم 100%. حالا یه تغییری داده تو کتاب شما، برای همین خوام بهش برسم. اسفنکتر انتهای مری رو اول داشته باش. بنداره‌ای که نزدیک به دیافراگم در سمت چپ بدن قرار داره، بله، کاردیاست. بنداره‌ای که بین دو بل باز می‌شود، اون اولی رو داره میگه، در بالای دیافراگم. اوکی. برم پایین‌تر. ساختارهای لایه لوله گوارش رو با هم مرور کنیم که بهت گفتم. لایه که بخشی از سفاقه، فاقد خاصیت انقباضی. بچه تو لایه بیرونی من ماهیچه داشتم، میتواند داشته باشه. اگه سخره یا سیاه رگ وجود داشته باشه میتونه داشته باشه، اما لایه ماهیچه‌ای ندارم، پس خاصیت انقباضی ندارم. خارجی ترین لایه لوله گوارش کیه؟ بیرونی. بچه میخوام تایم تو بگیرم. میتونه اندام های سازنده صفرا رو از خارج به داخل وصل کنه. خارجی ترین لوله گوارش میتواند به سلول های متصل شود، تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار یا پیکری فعالیت میکنه. این یعنی چی؟ خیلی مهمه بچه. خارجی ترین لایه لوله گوارش کیه؟ خارجی ترین لایه لوله گوارش کیه؟ لایه بیرونیه. حالا که لایه بیرونیه میتونه به سلول های متصل شود که تحت تأثیر اعصاب خودمختار یا پیکری عوض میشه. اگه آره چجوری؟ نگاه کن، مگه لایه بیرونی در سلسله لوله گوارش نیست؟ چرا؟ بیشتر لوله گوارش هم که غیر ارادیه، بله، ولی یه جاهایی مثل کجا؟ مثلا بنداره خارجی مخرج. این چیه؟ این ارادیه دیگه، گرفتی؟ خب این وقتی ارادی باشه، دستگاهی که داره تنظیمش هم میکنه پیکریه. غیر ارادی ها، خب کی داره تنظیمشون میکنه؟ خود مختار. گرفتی؟ پس آقا خارجی ترین لایه لوله گوارش، اما لایه بیرونی تحت تأثیر دستگاه عصبی خود مختار یا پیکری فعالیت خودشو تغییر میده، یا به پیکری ربط دارن یا به خود مختار. اوکی؟ لایه بیرونی، دوباره لایه بیرونی میتونه به لایه ماهیچه‌ای متصل باشه. اوکی، چون لایه زیریش ماهیچه‌ای بود. لایه ماهیچه‌ای میتونه توی دهان، حلق و ابتدای مری آیبانی و دریچه خارجی مخرج ارادی و مخطط باشه، پس تحت تاثیر دستگاه عصبی چیه؟ پیکری. یا میتونه سایر قسمت لایه گوارش دوکی و غیر ارادی باشه. تا اینجا اوکی؟ خیلی خوب. اعصاب خود مختار از لایه‌های بیرونی عبور می‌کنن برای ورود. اوکی؟ آها. بچه‌ها لایه بیرونی اینجوری نیست که بلای بانی. اسفنکتر ابتدایی مری ارادی، الان بهت گفتم. لایه بیرونی در دهان و بسیاری از طول مری نمی‌تواند بخشی از سفاق باشه. چرا؟ چون سفاق کجاست؟ چون سفاق تو بخش شکمیه. آقای بانی یه بار دیگه بچه اینو مرور کنیم. گفتیم لایه ماهیچه‌ای میتواند در دهان، حلق، ابتدای مری و دریچه خارجی خارجی مخرج ارادی و مخطط باشه، یعنی تحت تاثیر پیکری. اگه بوده اشتباه بوده درست کنیم. من این پی دی اف و اینا رو براتون میذارم. بعد هر سوالی داشتین باید جواب بدم بهش که کارتون دارم. خب لایه لوله گوارش که در گوارش مکانیکی غذاها نقش دارد میتواند بیش از دو شکل دیده شود. کدوم لوله گوارشی که تو گوارش مکانیکی غذا نقش داره؟ لایه ماهیچه‌ای. کل این جمله منظورش ماهیچه‌ای. بچه‌ها دوباره من تاکید میکنم، ببخشید آب هست دستتون در سرد اگه لطف کنید. مرسی، متشکرم. بچه‌ها نگاه کنیم، چرا ما جمله طولانی میدیم؟ چرا گزاره میدیم که تایمت گرفته بشه که بخونی؟ گفتم فقط خوب برو سالای 99 پرینت بگیر، 98 97 هر سالی که میخوای برو پرینت بگیر، از اول تا آخرش بخونی، کرونومتر هم بزن ببین چند دقیقه طول میکشه. فقط سالا رو روخونی کنی، مینیمم باید 15 دقیقه طول بکشه، یعنی فقط خوندنش. چرا؟ چون مرض دارن، نمیگن به تو لایه ماهیچه‌ای، میگن لایه لوله گوارش که در گوارش مکانیکی غذاها نقش دارد، به امید اینکه تو اینجا سوتی بدی. اوکی؟ خیلی خوب. میتواند به بیش از دو شکل سلولی مشاهده شود. چرا؟ چون لایه ماهیچه‌ای میتونه به صورت طولی و حلقوی قرار بگیره. مرسی، متشکرم.
مرسی شد تمیز لیوان دیگاره. بچه ها ببخش بچه اهنی هنی بکنی من دلم میگیره اینجا نمشته. آه بانی که همیشه حضور داره. بقیه نگاه که خوابن. مرسی آقای قرشینیا سلام علیکم نبوده ایم بنی بشر. آقای جعفری مقدم با دو تا نقطه اعلام وجود میکنن دیگه. من چپم بهتر از این من میبارم. مرسی خانم ماجه چه زیر میده قسمت آفلاین میم یه هدیه علامت حیاتی نشون بدی. سینا فقط قر میزنه. ممنونم خانم نوروزی امیدی گرفتیم. من با خودم دارم صحبت میکنم کلن فیلم میگم آقای بانی هم جلو من. بچه ها پس حالا که الان همه هستین یه تست بزنیم بریم تستا. به 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 چه تستایی من یه خودم خواهم تعریف کنم. فکر من با شما که سری تست زدیم ولی برای بقیه سوال 9 رو بچه ها جواب بدیم. سوال 9 خیلی 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 قشنگه. سوال 9 واقعا سوال قشنگی. کلی بچه این سوال ها رو هم نگاه کنین همش پیشبینیه و همش تألیفیه. این سوال 9 این سوال 9 اگه تونستی جواب یعنی فکر روش بکن بچه تو همین روش فکر کنی. سوال 9 هر کی درست جواب بده فقط یک دونه گزینه میتونیم بذارین. هر کی درست جواب بده 50 تومن. والا تو پنلش میگم آقای شاکریان مثبتش کنه. آقای بانی اول درست جواب بده. هر کی یه بار یه گزینه میتونه بزنه. سینا معرکه است. دقیقش آنوز یخشون بانشه. نه بچه های بالی هم عزیزان دل هم. سوال 9 4 تا سوال روزی 200 تومن حل کن. با چی کار کنی دیگه؟ ما درس بخونم. ما قد درس خوندیم کجا رسیدیم؟ مثلا من تمرکستون رو به هم بزنم 50 تومن رو نگیریم. بچه ها کجا رو دارن سرچ میکنن؟ کتاب باز اصلا کتاب جلوتون. هر کاری میخوام بکنیم بکنیم. یک گزینه بزنین بچه ها. تایم آزادم که نیست دیگه. آخش ما میخوام حرف بزنم نزنین. خیلی از مراقبای کنکور در طول کنکور همینجور حرف میزنن تا بتونم مرسی فرخونده تا بتونم عنوان اولین نفری که جرات پیدا کرد و گزینه گفت تا بتونن تمرکز شما رو به هم بریزن و مانع تمرکز و قبولی شما در رشته دلخواهتون بشن. از همونجا ما هم همجور صحبت میکنیم تا شما نتونین تمرکز بکنین و گزینه درست رو جواب بدین و انشالله که حتون غلط بزنین و پولی از جیب ما خارج نشود. آره خانم نوروزی بچه شما غلط آفلاین های ما با بچه ها حضوری رو بازی کم شوخی بیشتر میکنم. کلا خیلی احساس با نمک بودن چون میکنم این مقدار شما مطمئنن اذیت میشه و پیشا پیش علاوه بر خطم از این نظر هم من عذرخواهی میکنم از همه. کسی هم نیست این جلومون. بریم ایشالله میبینیم اتون دیگه. ایشالله عید نوروز. آی بانی من کدوم شهری؟ بچه ها دیگه کسی که نمیخواد هر کی لاغر شانسی هم یک گزینه بگین دیگه. بچه ها گزینه تونو بگیم میخوام حل کنم. بابا 50 تا دیگه چه استرسی داری؟ چه
بچه ها 15 ثانیه دیگه میشه. شما هر کی گزینه ای داره بگه. 1 2 3 4 5 6. مرسی مرسی مرسی. تمام. باریکالله 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 بچه ها. فکر میکنم نزدیک 300 هزار تومانی باید الان ما تقدیمتون بکنیم و جالبه که بگم هیچ کدومتون درست نگفتین. یس. کلی طراحی تست 7 سال من درس نخوندم که تست بذارم تو از ما 50 بزنی. فراوانترین یاخته های خونی عباس RBC Red Blood Cell گلوبول قرمز فراوانترین یاخته های خونیه، یعنی گلوبول سفید پلاکت و چی داریم؟ گلوبول قرمز فراوانترین یاخته خونی باری کلم آجه توسط یاخته های ایمنی نوعی قده گوارشی تجزیه میشه. بچه ها گلوبول قرمز دو جا تجزیه میشه، یا میرفت تو قبرستونش کجا بود، یا تو تحال بود یا تو کبد بود. یاد باشه آقا گلوبول قرمز یا تو تحال یا تو کبد چیکار میشه؟ قبرستونش اونجا بود. اوکی حالا نگاه کن گفته توسط یاخته های ایمنی. یاخته های ایمنی کیه؟ یاخته ایمنی کی بود؟ یاخته ایمنی هم ماکروفاژا بودن، توسط ماکروفاژا یا تحال یا کبد، ولی گفته قده گوارشی. تحال یا قده لنفیه، پس فقط کل این جمله رو برای این گفتم که بفهمی میشه چی؟ کبد. بچه ها طراحای کنکور مثل من مرض دارن، یه عالمه میگن یه عالمه جمله طولانی میگن که فقط به یه کلمه برسن. آسیب به این قده یا این قده کیه؟ کبد کلن. گرفتی؟ فقط میخوام تایمتو بگیرم، چون هم تو تایم باید شکستت بدن هم تو اطلاعات شکستت بدن. تو یکی از اینا رو سوتی بدی این گزینه غلط میشه. اوکی حالا نگاه کن آقا ادامهش بگم. آسیب به این قده نمیتواند، یعنی آسیب به کبد. 1 سبب اختلال در فعالیت یاخته های استوانه این شکل شود. نگاه کن گوش کن وقتی کبد تو دچار مشکل بشه چی ساخته نمیشه؟ کبد چیو میسازه؟ صفرا. یکی از مواد صفرا چی بود؟ بیکربنات بود. وقتی بیکربنات کم باشه تو روده باریک که از طریق صفرا داره میاد، وقتی کم باشه یاخته های استوانی روده دچار تخریب میشن توسط اسید معده، پس میتواند. گفته نمیتواند، غلط کردی، میتواند. 2 بچه ها پس نگاه کن، چون کبد صفرا رو میسازه، اگه آسیب ببینه صفرا ساخته نمیشه، تو صفرا بیکربنات بود، پس بیکربنات کمتر میاد تو روده باریک، پس اختلال باعث میشه که یاخته های استوانی دچار اختلال بشن، اسید معده روش اثر بذاره. به به چه تستی. 2 سبب افزایش فعال، خیلی ها دو زده بودن، افزایش فعالیت یاخته های دستگاه ادراری برای ساخت نوعی هورمون شود. خوب گوش کن، دستگاه ادراری یه هورمون خیلی خوشگل میسازه کبد به نام چی؟ اریتروپویتین، که این اریتروپویتین از کبد و کلیه ها ترشح میشد روی مغز قرمز استخوان، از همینجاش تقسیم میبرد بالا، گلوبولای خونی زیادتر میشدن. حالا که کبد داغون شده کی داره فعالیت میکنه؟ کلیه ها، پس میتواند باعث افزایش فعالیت یاخته های دستگاه ادراری برای ساخت نوعی هورمون شود که چیه؟ اریتروپویتین. بله بله این گزینه منظورش این بود. یه بار دیگه، چون کبد آسیب دیده حالا به جاش کی باید بیشتر فعالیت کنه؟ کلیه ها، پس میتونه باعث افزایش فعالیت یاخته های دستگاه ادراری که همون کلیه است برای ساخت نوع هورمون به نام اریتروپویتین بشه. پس دو هم نمیشه. 3 خیلی خوشگله. 3 مرکز زده بود 3 باز 3 میزدین یکم. اوکی بچه خیلی تست سنگینی ها. گزینه 3 رو نگاه کن، اثر مشابه با کاهش فعالیت قده دروریزی که بیشترین تعداد در بدن داره. بیشترین تعداد در بدن کی داره؟ پارا تیروئیدی. اوکی پارا تیروئیدی، آفرین پاراتیروئیدی. بچه ها نگاه کن، وقتی فعالیت هورمون پاراتیروئید چی کار میکرد؟ یه داستان بهت میگم. کلسیتونین و پاراتیروئیدی با هم جنگ دارن، مخالفن. کلسیتونین برعکس اسمشه، یادت بمونه. یعنی چی کار میکنه؟ کلسیتونین برعکس اسمش یعنی کلسیم باید چی کار کنه؟
کم کنه. پس کلسیتونین کلسیوم خون رو کم میکنه. اوکی، و کلسیوم انگار استخوان‌ها رو واسه افزایش استحکام استخوان‌ها میشه. پس اگر کلسیتونین کلسیوم خون رو کم میکنه، پاراتیروئیدی داره کلسیم خون رو زیاد میکنه. یکی دیگه از کارهایی که داره انجام میده پاراتیروئیدی، افزایش جذب ویتامین دیه. ویتامین دی محلول در چیه؟ چربیه. بچه ها وقتی که این داغون بشه، جذب ویتامین دی که محلول در چربیه چی میشه؟ کم میشه. خب چه ربطی داره؟ پس قبول، یه ویتامین دی که محلول در چربیه کم میشه. حالا نگاه کن، کبد که دوچار مشکل بشه، صفرا دوچار مشکل میشه، جذب چربی ها دوچار مشکل میشن، جذب ویتامین های محلول در چربی دوچار مشکل میشه و جذب ویتامین دی هم دوچار مشکل میشه، چون ویتامین آ، د، ای، کا محلول در چربی هن. خیلی سطح بالاه. پس آقا این گفتم پاراتیروئیدی وقتی کم بشه جذب ویتامین دی که محلول در چربی کم میشه، از این ور وقتی کبد دچار مشکل بشه صفرا کمتر میشه، جذب چربی ها کمتر میشه، جذب ویتامین دی که محلول در چربی هم کمتر میشه. پس میتواند اثر مشابه داشته باشد. یا اول فصل. اما گزینه زیبای چهار، سبب ایجاد درد به دنبال تشکیل سنگ در کیسه صفرا شود. آناناس، وقتی کبد دچار مشکل میشه یعنی صفرا نداری، چجوری سنگ کیسه صفرا داری؟ تو اصلا صفرا نداری که اینقدر صفرا زیاد بشه که بخوای سنگ کیسه صفرا داشته باشی باز دردم داشته باشی؟ اصلا تو کبد دچار مشکله، اصلا صفرا داره کبد میسازه، وقتی نسازه که دیگه سنگ توش ایجاد نمیشه، بخاطر زیادیش یه جای بم باشه. اوکی، نمیتونه که باعث سبب ایجاد درد به دنبال تشکیل سنگ بشه. تمام. گزینه 4. چکرم. خیلی خوب. 50 تومن اینو که نتونستیم به دست بیارین هیچ عیبی نداره، ما چند تا 50 تومن دیگه هم داریم و خیلی مطمئن بودم که کسی نمیتونه درست جواب بده. آیا این مدلیه کنکور 1400؟ نه. بچه این مدلی باشه، ولی باید دونه دونه این گزینه ها رو نه دیگه خیلی دیر گفتی دیگه، 1 و 2 و 3 رو همه گفتم، بعد شما گفتین 4. تک تک این گزینه ها رو بچه ها، مهم اینه که تک تک این گزینه ها رو شما تکرار کنین و با این سطح یاد بگیرین. خب و اگر کسی گزینه خاصی رو مشکل داره به یه بار دیگه توضیح بدم، اینا برم تست بعدی. کسی سوالی داره از این تست؟ چشم. کسی سوال داره از این تست؟ سوال ندارین؟ همه گزینه‌هاش فهمیدین بچه ها؟ هر کی نفهمید به یه بار دیگه هر گزینه‌شو میگه توضیح بدم. خوشت اومد آیبانی. خیلی خوب. بچه ها مشکل ندارین؟ بریم خیلی تحت تاثیر تستیم. یه تست دیگه بزنیم. به به. بچه ده هم جواب بدین، ده ببینم چی کار میکنم. خب سر درس که درست حسابی گوش نمیدین که. نه، ده 30 تومن، ده 30 بسته، چون من دارم حساب کتاب میگم اگه 2 نفر 3 نفر درست بگن چی، و تحلیلم میخوام. من میتونم میکروفونش رو باز کنم دیگه؟ آره دیگه من تحلیلم از هر کی جواب داد، من تحلیل میخوام. هر کی درست جواب داد محله 2 تحلیل میخوام. چند زدین؟ 3 1 3. من تو زندگیم ناامید نشدم. قربونت برم سینا جون. من شب حالا شماره کارت که نمیرسی بدی، یک شماره تماس رو بدهد من ویدیو کالی داشته باشیم. من بچه ها چند مورد از عبارت زیر درباره دستگاه گوارش نادرست است، اما مورد 1 شروع میکنم، انشالله که درست زده باشیم. من چی نکنم چند مورد درستی یا نه، آخر کلاست من برمیدارم تو پنل اساتید دارم.
سطحی ترین یاخته های قده معده. عباسیان اول قده است این پایین. خب آه من بچه عباس یک فرضیه که من تقریبا فکر میکنم 10 ساله با هم هستیم و من میگم عباس منظورم شماها نیستی، ناراحت نشین، یک هم تویی که همیشه با من هست، یه همزادیه که من از جا میرم کنار من هست به خاطر اونه میگم، این شما بهتون بر نخوره. بچه پایین یه قده معده دارین اگه دقت کرده باشی، بالا حفره معده. چی نوشتیم؟ حفره معده. آره تو حفره معده، تو قسمت حفره معده فقط سلولای سطحی رو داری که بیکربونات دارن ترشح میکنن. خب یعنی اصلا قده معده چی داره؟ قده معده سلول ترشح کننده ماده مخاطی داره، کناره ای داره، اصلی داره و ترشح کننده هورمون داره. هیچ کدومشون بیکربونات ترشح نمیکنن. پس غلط کردی. اوکی. ب در بزاق فقط آنزیم ها می توانند سبب افزایش فشار اسموزی شوند. بچه ها توی بزاق دو تا چیز داری، یکی آنزیم ها رو داری. خب آنزیم ها میان چی کار میکنن؟ آنزیم ها میان آب کافت میکنن. وقتی تو آب کافت میکنی، آب کاف یعنی آب کم، پس مقدار آب لوله گوارش دارن کم میکنن، پس تمایل به جذب آب و فشار اسموزی رو دارن میبرن بالا. اوکی سبب افزایش فشار اسموزی میشن. ولی یاد باشه یکی دیگه ای داری به نام موسین. موسین مگه آب جذب نمیکرد؟ وقتی گفتیم فقط آنزیما میگی غلطه. چرا؟ چون موسین همین کار رو داره انجام میده. کلن گزینه هایی که یاد باشه، گزینه هایی که فقط هر همه داره رو بهش شک کن، این از اوناست. پس این هم گزینه درستی نیست. تا حالا دوتا نادرست، اونایی که یک زده بودن هیچی چه هم کنی؟ آه اونا رو بیاریم بالا من ببینم یک کسی چند زده. یک سه. اوکی بیام. خب از هر بخشی که بیکربنات ترشح می شود، قطعا مسئول ترشح یک قده گوارشیه. کسی نظری برخلاف این داره؟ کلا برای من تایپ کنی مثلا کی اینجوری نیست اگه جیمو نزدی. بچه ها بیکربنات خیلی موضوع مهمی ها، نگاه کن. اولا که من از این کنار بعد می نویسم روده، یاخته های معده، اینا کسایی هن که اصلا قده نیستن. کی دیگه که قدن؟ اینا پس قده نیستن. دیگه کیه؟ دیگه کسی مثل کبده، مثل پانکراسه و قده بزاقی. اینا بچه ها مجموعاً کسایی هن که دارن چی ترشح میکنن؟ بیکربنات. اوکی بعد این سه تا قدن، اینا قده نیستن. بله دیگه اینا اینجا نوشتم دیگه، یاخته های معده دیگه نوشتم، یاخته بوشی معده، اینا قده نیستن. این سه تا قدن قشنگ دارم برای جمع میکنم دیگه تو تستا بدون چی کار کنیم. پس اینم غلط. 4 هر عامل موثر برای گوارش مکانیکی چربی ها تحت تاثیر دستگاه عصبی، بله مایچیاشون بله، ولی صفرا اینجوری نیست چون هم صفرا هم میکی. و 4 مورد نادرست دارین. بیا بالا ببینم کسی 4 زده. واقعا جای من تو طراحا خالیه. حالا بچه این نمیخوام حالا زیاد این قضیه مانو بدم، قضیه این تستا اینا از کجا در میاد. ما 4 سال پیش میخوام از این سرش رفتم، کلا خیلی تست قوی دوست داشتم. ما 4 سال پیش با انتشارات کلک معلم کتابی تهران نوشتیم به نام زیست تگ رقمی ها که اون زمان تو نظام قدیم جز برندا شده بود و بچه سمپاز کار میکردن. 1200 تا تست اینجوری داشتیم. بعد دیگه نظام عوض شد و نظام جدید شد و ما تمام اینایی که داریم میبینین، تستایی که داریم میبینین، یا جزوهی که داریم میبینین،
بخشی از اون کتابه که دیگه تا تقریبا 6 ماه 8 ماه دیگه ریلیز میشه تو بازار. ولی بر همین این تستا این مدلی، یعنی ما سعی کردیم 4 5 تا نکته رو با هم بذاریم. میام پایینای آره بیام پایین پایین بیام پایین پایین آره. بعد بچه ها نمیخوام که مثلا مطمئن باشین که این تستا رو برای این میذاریم که از چونه که الان این 4 تا نکته خیلی باحال داشت، این نکات این نکات، من همه اینا رو براتون میذارم، قبلی رو براشون گذاشتین دیگه، اصلا کسی کار نکرده فکر کنم. و این از این مورد. بچه ها در حد 10 دقیقه استراحت بکنیم. من خیلی سرپا بودم، از 4 که شما مثلا نمیشد اینا من سرپا بودم، یه 10 دقیقه استراحت بکنیم، بیایم ان شاء الله تا 10 دقیقه بعد یه راست بریم. اوکی ممنونم ازتون. یه 10 دقیقه استراحت کنیم. شما شماره‌تون بذار عزیزم. بچه ها من اونایی که سوالی دارن یا قسمت مختلفی که دارن، آیدی ما رو که دارین توی تلگرام تو کانالتون اینا رو حتما حسن آقا پشتیبانی بخواین، @ حامد با تقوا و ارزم هنه چه حرف بزنین، @ حامد با تقوا شعارمونم که مشخص. سوالی اگر دارین شب ساعت 11 تا 12 من تلگرام چک میکنم، سوالی داشته باشم بچه ها حتما جواب میدم. نظری سیستم میخواین تو برنامه سیستمتون حتما از گوارش شروع کنین، گاو نشین برین مثلا یه حرکت خیلی عجیب و مثلا سیستماتیک، پایه پایه بسازین، ماه به ماه گوارش رو برو گرش مواد دو تا صد کن، بعد چی کار میکنی؟ جانوری دهم فول، چون 16 تا سال داره دهم میاد. بعد چی کار میکنی؟ بعد میری سراغ گیاه. یعنی اولین پایه ساخته میشه، بعد گیاهی رو میتر کنی. بله 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 بچه ها، من اینستا حامد با تقوا، هر کی داره اینستا رو پیام بده، من نمیدونم یا حتما من فالو بک بدم چون من پیجم بازه. بعد هر سوالی داشت اونجا بپرسین آفرین، ما در خدمتتونیم. آره ما فهم جا استوریز جالبی نمیذاریم، پستام اینا مقدار مورد داره. من برم استراحت کنم بچه ها، اجازه میدین یا بیان سوالاتون رو جواب بدم. بچه ها همه یه هلوی 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 اوکی چیزی بدم ها دیگه. بچه های خیلی جالبه که بچه ها خیلی عالی در اینستاگرام به سرعت اعلام حضور کردن، خیلی عالی بچه، یعنی واقعا این که با سیستم وارد شدم، بله با گوشی مثل این که خیلی عالیه، این که خیلی سرعت مهمه، انشاءالله در کنکورتون این سرعت رو داشته باشی. بچه تا اونجایی که بقیه میان سوالی چیزی دارین کلا راجع به کنکور راجع به سیستم های دیگه، من نه در حد بقیه اساتید و مشاورین اینجا، مطمئن تجربه بیشتری از من دارن، ولی خب ما یه تقریبا تجربه 7 ساله ای رو تو عمر کنکور داشتیم، رتبه دو رقمی و سه رقمی رو داشتیم. زیادم بچه ها یه چیزی هم که بخوام بگم انتقاد یا پیشنهاده راجع به رتبه ها، رتبه برترا یه دنیای دیگه ای هست، میدین چی میگم؟ اصلا یک سیستم دیگه ای رو دارن رتبه ها، این که رتبه ها نگاه شما خواهی الگو برداری کنی. شایان شجاعی فکر میکنم برای شما صحبت کرد، سید شایان شجاعی سال فکر می‌کنم دو سال پیش بود، من فارغ التحصیلم با دو تا از بچهای دیگه هاشمی جدی یک بودن که براشون کلاسی رو رفتیم و سوالاشون جواب دادن. بچه این بشر به قدری فوق‌العاده بود، به قدری باهوش بود، به قدری رو کتاب درسی مسلط بود که مثلا فرض کن جنبندی کانون رو که این بشر 93 زده بود، یه سال دیگه تست رو اشتباه جواب داده بود. و این تستی که اشتباه جواب داده بود، یعنی با منطق و دلیل به این نتیجه رسیدیم که کانون اینو اشتباه کرده، یعنی حرف شایان شجاعی درست بود و خیلی پسر باهوش باشه. ولی اینا جزء مثلا چیشو بگم 1% تاپن، خیلی نخوابی گیا و این چجوری این تونسته من نتونم، میری چی میگم،
دیدت خودتو نخور، یعنی فکر نکن. واقعا من بعد از اونم که گفت کلاس من دیگه براش نرفتم، چون واقعا چیزی نمیتونم بهش اضافه کنم. خودش فوق العاده آدم قوی بود، برای همین زیاد گیرتون روی این افراد نباشه، ولی خواهد ازشون چیزی یاد بگیریم و سعی کنین شبیه اونها. مثلا اینجوری نباشه که من دقیقا هر کارون کردم بکنم، نه، اختصاصیش کنیم. یه منبع خوب آقای بانی برای مطالب فقط جزوه خودم. من تمام 24 فصل رو جزوه نکته ای دارم، فقط جزوه خودم، تست خودم دیگه. خانم مهاجر پیام خالی میفرستی؟ لازم نیست بخریم، خودمون بهتون میدیم دیگه. چون قرار بود اینستاگرام پیام بده آقای بانی. اگه تو تست ضعیفیم چی کار کنیم؟ نگاه کن، بعد با مثال میگم. خب من انگار آفرین آفرین آقای بانی، دقیقا همینو میخوام بگم. یا من خواهر خودم، کلان دوتا بچه، خواهر خودم انگار کلاس امسال کلاس 11 فرزانندو مشهده، مثلا معدلش هم 20 بود. این توی فلک که من میبینم، یعنی صبحایی که ما قبلا بیمارستان قبلا جایی، صبح زود بیدار میشه. خب مثلا دیگه از من زودتر بیدار میشه، شیشونیم بیدار میشه، شروع میکنه به درس خوندن تا تایم شب 10-10:30 هم خسته میشه، درس خوندنش تابستونشا میخوابه و فردا. و خب این دید چی بود؟ دید این بود که امسال داره 11 شد، دید این بود که این درسش خوبه خوبه خوبه، هر مثلا با بقیه میگفتم خوبه. بعد این خوبه یک معیاری داره، تو چی خوبه؟ تو خوب خوندن، تو زیاد خوندن. اوکی من دارم درسمو میخونم، چرا نتیجه نمیده؟ اینا ما چیکارش کردیم؟ گفتم بریم مشاوره ببینم چه جوریه. مثلا آزمون داد، اولین آزمونش که داد مثلا من میدم، البته سال 11مش، نه قبلی ها، سال 11م خوب خونده بود، پیشخونی کرده بود. سال 11م ساکن، 40 عصبی، 40 فلان فلان. و خب این مشاوره برمیزی کم، یه 1025 تا تست باید بزنی، فلان بزنی، توی که میخوای بری 11م، توی که میخوای فلان. این با تست های مختلف مرور کرد، یعنی بیشتر از جای خوندن اومد رو تست زدن. چه اتفاقی افتاد؟ من دیروز که بردمش آزمون بده، مثلا همه درساش بالای 80 بوده. بچا فصلایی که هر روز درس ندادم بهش تو مدرسه دیگه، مال 11مش بوده. پس این خیلی مهمه. همین این از این وسواسمون هم همین مشکل رو داشت دیگه. از رو وسواسه بریم تو دنیای واقعیت که تست زدنه. دیگه کسی سوال نداره؟ سوال شروع کنیم بچه ها؟ استارت بزنیم. چشم آخی ما گیر دادن رو چرا پیرن نپوشیدیم؟ ما کلن مخالف هر جریانی هستیم، یعنی اگه هر مدلی که میره ما برعکسش میره. برگردیم یکم سراغ درستتون. خب این که بچه ها برم تو لایه ها، دوباره ببرم تو لایه ها. خب لایه لوله گوارش که در گوارش مکانیکی غذاها نقش داره، لایه چیه؟ لایه ماهیچه‌ای. میتواند بیش از دو شکل سلی مشاهده شود؟ بله، لایه ماهیچه‌ای گفتم یا طولی حلقوی و میتونه تو معده حالت مورب داشته باشه. اوکی در بسیاری از طول لوله گوارش ماهیچه صاف به صورت طولی و حلقویه. چرا بسیاری؟ چرا بسیاری؟ چون یه تیکایی میتونه مورب هم داشته باشه تو معده، ماهیچه صاف به صورت طولی حلقوی و مورب. در همه مسیر لوله گوارش ماهیچه طولی به چی وصله؟ ببخشی اصلا من فقط درستم یک کتاب. این روش چیزی چسبوندی؟ روی این صفحه یا نه؟ چسبوندی؟ شکل اصلا من فقط درستم یک کتاب، کار خیلی گاوی.
خاماجر لطفا این کار نکن، اصلا این کار نکن، اصلا این کار نکن، هر کتاب کاری که میخوای. من کتاب برای چی مخصوص دیدی کتابایی که میان آقا اینا دستبندی میکنن فلان میکنن چه کاریه؟ نکتهش برو کتابتو بخون چند بار، 10 بار، 20 بار. من راجع به یه پادکستی رو داریم آماده میکنیم راجع به اینکه چجوری زیست بخونی، توی کانال هم میذاریم. این نحوه زیست خوندن خیلی فرق میکنه که کتاب روزنامه‌وار بخونی، خیلی کوتاه میگه کتاب روزنامه‌وار بخونی، نه خیلی سرعتی نه خیلی کند، برگردی سراغ درسنامه‌ای که داری، جزوه‌ای که داری، بعد برمیگردی رو دور یک تستت، بعد دوباره مرور اوناست، اضافه کردن به کتابت مرور دو تستت و همه اینا که تو میگم. ولی همچین کاری خیلی اشتباهه خان ماجه. در همه مسیر لوله گوارش، خب ماهیچه طولی به بافت پیوندی، چون ماهیچه طولی اون ورش با پیوندیه دیگه، لایه بیرونی، و از این ورم ماهیچه حلقوی. یعنی چی شکلشون فرق داره یا نحوه چینششون؟ نفهمیدم. دو شکل سلولی، آها 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 دو شکل سلولی، منظورم نحوه اون طولی حلقوی بودنشون. آیبانی در همه مسیر لوله گوارش به جز معده، حلقوی دیگه به چی وصل میشه؟ به زیر مخاط. از اونور حلقوی به چی وصله؟ به طولی. تو معده ماهیچه حلقوی، تو معده ماهیچه حلقوی به طولی از اونور و از این طرف هم به مورب متصل. یا خوشگلش بخوام بکنیم، به صورت خوشگلتر به سلولهای دوکی و قابل انقباض متصل، یعنی کی؟ ماهیچه صاف. اوکی. تو معده ماهیچه مورب، تو معده ماهیچه مورب دیگه به زیر مخاط از این ور، از اون ور هم ماهیچه حلقوی اتصال داره. هی مرور. بعد بین ماهیچه حلقوی و طولی بافت پیوندی سست هست، شبکه از یاخته عصبی هم هست. وقتی میگم شبکه از یاخته عصبی، یعنی هم نورونه هم پشتیبانه. پشتیبان بچه دقیقا معادل با چیه؟ نور شبیه دم یوزار سیف میشه. نه دیگه نوروگلیا. اوکی، نه میدونی منظورم چی. بعضیا پشتیبان، آفرین، نوروگلیا که اسم دیگه شه، بعضیا پشتیبان با غلافه میانی یکی میگیرن. پشتیبان کارهای مختلفی میکنه، محافظت رو قرار انجام بده، تغذیه رو قرار انجام بده و عایق بندی رو که غلافه میلینه انجام بده. اوکی. بعد تقسیم بندی مهمه، دقیقا مثل سلول های سرتولی در دستگاه تولید مثله. شکل نگاه کنید، لایه مخاطی سه بخشه. گفتم ماهیچه مخاطی که خارجی تره، بعد بافت پیوندی سوسه و بافت پوششی. اوکی، بریم صفحه بعد. اینم بچه شکلش رو براتون کشیدم دیگه. لایه که داره شبکی از یاخته های عصبی و رگ فراوانه، میتواند به سلول دارای انقباض متصل باشه. این یعنی کی؟ کلا یعنی زیر مخاط. زیر مخاط میتونه به سلول دارای انقباض که لایه ماهیچه‌ای یعنی چی باشه؟ وصل باشه. لایه زیر مخاط با پیوندی سست داره، رگ فراوان داره و شبکه یاخته عصبی هم داره. شبکه عصبی پس فقط تو لایه ماهیچه‌ای و زیر مخاطن. خب آره اونجا هم با پیوندی سست داره. چیو میگی؟ رگ فراوان داره دیگه، شبکی از یاخته عصبی هم نداره دیگه. اوکی؟ زیر مخاط من به ماهیچه مخاطی و از اون ور دیگه ماهیچه مورب یا حلقوی متصل. نگاه، زیر مخاط خیلی جای بالی، این ماهیچه مثلا فرض کن حلقویه، بعد زیر مخاط هم اینجا دیگه ماهیچه مخططه. این وسط چیه؟ این وسط زیر مخاط. اینجا هم که دیگه انگار مخاطب است، بین دو تا قسمت ماهیچه‌ای قرار گرفته و این است. سلولهای لایه مخاطی میتوانند در بعضی قسمت‌های لوله گوارش هورمون ترشح کنند. بله، سلولهای پوشی مخاط در معده میتونه گاسترین تولید کنه. بچه گاسترین برای عملی که میخواد انجام بده، زیاد جالب نشه. گاسترین برای کاری که میخواد انجام بده از چند تا شبکه مورگی باید بگذره؟
واسه این باید چند تا شبکه مویرگی خودشو برسونه به یاخته هدفش. بقیه هم جواب بدن. بقیه کجایند؟ کجایند؟ اینم آیه بانی از لهجه مشهدی فهمم کجایند؟ باری کلا باری کلا. بقیه هم یه خانم مهاجر کجایه؟ نفراتون خواهم بیارم اینم کی الان آلاینه تو یه را ادمین نیستی؟ خیلی عالیه بچه های عزیزم خوب گوش کن نگاه کن شما توی معدتون گوش کن اینم خیلی خوشگله شما یه قسمتی داریم به نام سخرک اینجا سخرک بعد از اون فضایی داریم به نام معده که شبکه مویرک ها اینجا قرار داره اوکی بعد از اون هم کسی نیست جز سیاهرک قبول بعد که این اتفاق میفته این هورمون باید از اینجا وارد بشه پس دیگه اولا که نمیره تو سخرک میاد اینجا این شبکه مویرگی معده میاد از معده که میخواد بره طبق شکلی که دارین توی کتاب درسی میره کجا از معده میره سراغ کبد یعنی تو از معده اگر نگاه کرده به شکلو اون بالا پایینی معده بالا که با تحال یکی میشد شبکه مویرگیش سیاه رگش و پایینی معده هم که با پایینی معده هم با پانکراسیکی میشد حالا کار ندارم بعد معده میره سراغ کبد این یک شبکه مویرگی دو بعد کبد کجا میره بعد کبد میره تو قلب رد میشه اوکی ولی بچه قلب تو شبکه مویرگیش نمیره از قلب رد میشه بعد میره تو کجا میره توی شش ها بس اینا از شبکه مویرگی از شبکه مویرگی شش ولی رد میشه بعد از اون دوباره برمیگرده به قلب و بعد از اون توسط سخرک دوباره برمیگرده به معده. یه همچین مسیری رو هورمون گاسترین داره طی میکنه. پس هورمون گاسترین داره میریزه به شبکه مویرگی معده، میره تو کبد، در کبد بزرگسیارک زیرین قلب، از قلب میره تو شش. چاره‌ای نداره دیگه. میره وقتی توی دهلیز راست، از دهلیز راست بطنراس سخرک ششی میره تو شش. دوباره طریق چهار سیارک ششی. میاد تو دهلیز چپ، از آورت پایین رو میره کجا؟ میره دوباره توی معده. اوکی؟ خب بعد چی من بستنی خوردم بعد یه مورد دیگه ای هم که اینجا وجود داره پس هورمون بچه ها برای تأثیر گذاری خود حتما باید از قلب گاسترین باید از قلب عبور کن این یک دو آیا هورمون ما میگیم آقا هر هورمونی برای انتقال از بخشی از بدن به بخش دیگر هورمون برای انتقال از بخشی از بدن به بخش دیگر اینو حتما باید وارد خون شوند قبول دیگه هورمون انتقال از یه بخش بدن بخواد بره یه بخش دیگه حتما باید وارد خون بشه من بیام جلوتر بچه تونتر اون مکالمه وجود داشته باشه یه هر صحبت میکنه اصلا میکروفونتون رو باز کنیم یکم مرسی آقای بانی شما نمیگم بقیه هم میگن شما اوکی حالا نگاهشون کن
هورمون برای انتقال از بخشی به بدن، بخشی از بدن به بخش دیگه حتما باید وارد خون بشه. این غلط. چرا غلطه؟ آقا هورمون، مثلا شما یه هورمونی دارین، یه هورمونی دارین، یه هورمونی مثل چی؟ ADH. ADH کجا ساخته میشه؟ هیپوتالاموس. کجا ذخیره میشه؟ هیپوفیز پسین. مگه از هیپوتالاموس نمیاد هیپوفیز پسین؟ وارد خون شده نه، طریق عصبی داره میاد. پس این جمله غلطه. اما اگر بگی برای اثر گذاریش باید وارد خون بشه، بله. این نکته شماره یک. بعد از این باید یادم باشه راجع به این هورمون ها، این که من هورمونی دارم که بدون عبور از قلب اثرگذاری کنه. آیا هورمونی دارم که بدون عبور از قلب اثرگذاری کنه؟ ندارم. فکر میکنن که بچه ها یکم به خیلی شلیم. من مثلا این سیستم رو دوست دارم، نگاه کنید، سیستم تعاملی دوست دارم. هم حالا کلا من چه دوران کودکی بیش فعالی کودکان داشتم، الان بیش فعالی بالغین دارم. و لطفا آره خیلی از دستشون شاکیم، مثلا حرف نمیزنن. بعد مثلا وقتی که قاطی میکنید بله ببخشید مثلا. بعد بچه ها من مطلب دوست دارم بگم، دوست دارم تعامل داشته باشم با هاتون. درسته یک کلاس آنلاینه، من از شما تک تک شما انرژی میگیرم. بنا به درخواست خودتون و آقای شکیره و آقای محمدی که دبیر شیمی خود من بوده، من با ایشون 70 زدم تو مشهد، من هاشم دیگه بودم با ایشون 70 زدم. خب درخواستی که دادم اومدم با توجه به فشار اینترنی و کارهایی که داری اومدیم داریم به شما درس میدیم. خب ولی من شده هر روز براتون میام، ولی این بود باشه که این تعامل بیشتر بشه. و خب تایم درست شما تایمتون اضافه نیست، تایم هم اضافه نیست، مطالب خوب رو داریم انتقال میدیم. خب نکن یه چیز معمولی دریافت نمی کنی. من کلی دارم هر تایم اینا 6 ماه من فقط تو دوران کرونا روی این مطالب بودم، روی این تست بودم، روی این نکته بودم و روش داریم کار میکنیم. مطمئنن پرسشو پاسخ داشتیم. نه من با غلامی نداشتم، من سال 93 کنکور داشتم، باشم شد یک بودم، با آقای محمدی دبیرم هم بودم و شیمی هم 70 زدم. کار ندارم، نگاه کن من به خاطر اینا اومدم. بعد این انرژی گرفته میشه. اگه به من باشه من هر روز دوست دارم این تایم رو بذارم براتون هر روز شده. مثلا میگیم آقا من الان گوارش، ما مثلا آزمون فلان هم داریم، میشه 12 هم شروع کنین. ارتباطه خیلی کمه و من اصلا اینجوری حال نمی کنم خیلی راحت بهتون بگم، چون من از شما دارم انرژی میگیرم. تمام چیزی که باهاتون دارم، تمام درخواستی که ازتون دارم، لطف کن امروز به ادمین اون کانال زیسته، کیه زیست سبقت فلانه، حتی یه پیام بدی. یه گروه شما مثلا اینا، آقای بانی، آقای فرخنده، آقای خان ماجر، آقای جعفری، اینا یه گروه تو گروه یه پرسش و پاسخی داشته باشین. همین فردا من کلاس بزنم، ولی اینجوری شلوول نباشی. من اینجوری نمیتونم الان کلاس ما نشستم دیگه دیدم یک ساعت دارم میگم، یه چیزی بگین، یه اطلاعی بدی. خب این بچه برای من خیلی مهمه، اما از هر چیزی که ارزشه بخواد برای من مادی داشته باشه، فلان داشته باشه، خیلی مهمه. درسته بله، وظیفه منه، شغل منه که دارم در کنار انگار کار تبابتی که داریم کار انجام میدیم، ولی این وظیفه نیست. خب و دوستتون دارم و خیلی اوکیه. بعد اینکه خیلی انرژیم گفته شد دیگه، من که الان نمیتونم هم کاری انجام بدم، شرمندتون، ولی دوست دارم اصلا یک گروه رفع اشکال درسی باشه، لازم نیست کانال باشه که فقط من بتونم چیز کنم، من بتونم حرف بزنم. همین امروز این الان از آقای کرنگ خام میخوام همتون رو اد کنن، همون تعدادی که هستیم، 2 نفرین، 3 نفرین، چی هستین؟ یا من تستام بگم میگم جلسه بعد چی میخوام درس رو میگم، چی میخوام بپرسم، میگم چی میگم. اینا باشه که من بشم متکلم وحده که فقط من دارم حرف میزنم. اوکی من اوکی اوکی هم، هر جد شما میگین میام اصلا با
لایو اینستا میخوام سوال کنم. میخوام مطلبی که بچه من نمیخوام خودم تعریف کنم. من 3 سال من کنکور زیست 93 رو 86 درصد زدم. یکی دیگه تو مشهد کلا 86 زده، اون رتبه 7 بوده. من اون سال خودم رو پاره کردم سر زیست. 7 سال بعدش دارم فقط زیست درس میدم و رتبه زیادی هم داشتیم. بحث این نیست. خب خیلی محدودش کردم دیگه، بعدی کتاب نمیشم محدودش کردم. سال آقای محمدی من گفت اومدم. خب بحث تعریف و اینا نیست، سیستم و تست و اینا. من 10 برابر این مطلب دارم. 24 فصل، 24 سری از اون تستای نزدیک 1200 از اون تستای باله که هر تستش اندازه 10 تا تست تایم میگیره دیگه که بخوام تحلیل کنیم. فاینو بگین الان یک ارتباطی بدیم من با کوهنگ خام میگم، اصلا فردا، اصلا پس فردا یه تایمی رو بچا بیشتر کلاس بذاریم، فقط قشلو ول نباشیم. میگین تایم کلاس زیاده، میدونم تایم کلاس آنلاین زیاد اذیتتون میکنه، تایمش یه ساعته کن، هر جور شما بگی من دارم راه میام. خب ولی این اینجوری نباشه. ممنونم.